سلام، علی داریمان هستم و کانال ما خوش آمدید. به سلسله کارهای مثبت میخوایم که یک کتاب دیگه ای امروز به معرفی بگیرم و قانون کتاب خانی ما به این است که ما خودم کتاب را میخوانیم، خلاصه میکنیم، در ده دقیقه تشریح میکنیم. شما میتونید در هر جایی که هستین این ویدیو را گوش بکنید، در گوشکیتان بانید، موبایل را در جیبتان، در تلویزیون خانهتان پلیش بکنید، خودتان به کارتان مصروف باشیم. مثل یک پادکست بر شما میتونه که در 10 دقیقه اساره و اما تمام جزئیات یک کتاب رو براتان بگویم و زیاده روی نمیکنم روی کتاب. کتاب خوبی هست، کتاب مثبت هست، به درد بخور هست. اگر شما در یک حالت قرار دارین که مسیرتان معلوم هست اما انرژی کافی برای شروع ندارین، یک کتاب فوق‌العاده است براتان. و ای که در این کتاب میل رابینز نویسنده این کتاب چی چیزهایی را آورده، در 6 فصل خلاصه کرده و در 10 دقیقه میره برتان میگم. و اگر در 10 دقیقه نفهمیدین، خلاصه ای را که کردیم نوشتیم، سلایدش را در کانال تلگرام میمونم. در کانال تلگرام شما میشه سر بزنید، لینکش در دسکریپشن ویدیو هست، بگیرین و سر بزنید. ببینید، ما نیاز داریم در هر جای با اعتماد به نفس باشیم و ای که در هر جایی با اعتماد به نفس باشیم نیاز به یک انرژی داره. و این انرژی چه قسم به دست میاد؟ در مقدمه ای کتاب براتون گفته شده. و این انرژی از این به دست میاد که شما خودتان را تلقین نکنید که همه چیز همه وقت مثبت و مطلوب هست. یعنی در زندگی ما همیشه چیزا مثبت و مطلوب نیست و نیاز است که ما تغییر ایجاد بکنیم در اونا. و مغز ما قسم طراحی شده که با این تغییر را نمیخواد. یعنی از تغییر کردن میترسه، حراس داره، چیزی که نامطمئن هست، چیزی که هنوز اجرایش نکرده از اون میترسه و نمیخواد دست به چیزای نو بزنه. از خاطر تغییر مغز ما دوست نداره. این چیز را در مقدمه ای کتاب آورده و گفته که چه قسم میشه که دست به کار شویم، چه قسم میشه که تغییر ایجاد بکنیم در ذهن ما. از قصه خودش آورده. میل رابینز فصل اول کتاب میگه که تا سال 2009 یک شخص معتاد، یک شخص بیکار، یک شخص بی برنامه، یک شخصی که فقط خورخواب و زندگی کردنه بسیار افتضاح را بلد بود، او خودش بوده. یعنی میل رابینز کسی بوده که تا سال 2009 معتاد به مواد مخدر بوده، زندگیش برنامه نداشته. خب خلاصه چیکار شده؟ یک جرقه در زندگی از اتفاق افتاده. او جرقه چی بوده؟ او جرقه شبی بوده که ناسا کدام ویدیوی را در تلویزیون پخش میکنه که شاتل فضایی وقتی که به فضا میره چیکار میکنه. میگه 5 4 3 2 1. این 5 4 3 2 1 چی میگه؟ میگه میشه که ما تمام زندگی خودمون به اساس این 5 4 3 2 1 بسازیم. چطور؟ زنگ موبایل خودش عیار میکنه به 6 صبح. 6 صبح که وقتی موبایلش زنگ میزنه میگه 5 4 3 2 1، یالا از جای خودش بیدار میشه، میره به سر کار. جایی که تنبلی میگیرش میگه 5 4 3 2 1، از کار خودش ادامه میده، تنبلی نمیکنه. جایی که برنامه نیاز داره و میخوای عمل بکنه بدون از اینکه زیاد فکر بکنه 5 4 3 2 1، یعنی هر جایی که میخوای قدم نوی را برداره 5 4 3 2 1، تو چیکار میشه؟ این آدم تبدیل میشه به یک فرد بسیار مثبت. امروز در رسانه های امریکا جایگاه خودش رو داره. میل رابینز آنتونیو رابینز نیست، میل رابینز است. یک سخنران بسیار قوی، صاحب تجارت های متعدد. خب خودش رو زیاد تعریف کرده دیگه، مردم رو خود میفهمین دیگه، باز خود رو زیاد تعریف میکنه، با آدم موفقی هست. پس این داستان خودش آورده در فصل اول کتاب و بعد از این گفته که شما باید از لذت های کاذب دوری بکنین. در دنیا امروز من مثال لذت های کاذب اسکرول کردن نمیگم. شما صفحه موبایل رو بالا میکنین، بالا میکنین، چیزایی نوامده میره، دوپامین پخش میکنه در مغزتان به اصطلاح دکتر اگر برتان میگویم. و بعد از ذهن شما با می خوشی کاذب وقتش را تلف میکنه، وقت میبینه که روز شب شب روز شده و وقت را از کلن از دست داده. به این اساس ما باید دنبال خوشی های کاذب نباشیم، دنبال برنامه ها و چگونگی اجرایش باشیم. میل رابینز روی تاکید میکنه و این شما بفهمین. میگه که همیشه در زندگی ما باید فرصت را خلق کنیم تا اینکه منتظر فرصت بشینیم. چرا؟ در فصل دوم کتاب میباز میگه شما وقتی که فرصت را خلق کردیم از درون شهامت ایجاد میکنه. فصل دوم کتابش میگه سر ازی که شهامت درونی باید شما داشته باشید، شهامت درونیتون با این کتاب زنده میشه. سال 1955 یک نقل از انقلاب که در امریکا رخ داده میاره،
میگه زن سیاه پوست بس شیشته بود و وقتی که مرد سفید پوست می جایش را به اون میده. روان قسم بوده تا سال 1955 انقلاب امریکا که سیاه پوست ها حق ازیر نداشتن در مترو و بس و ای چیزای عامه. وقتی که یک سفید پوست داخل از موتر یا مداخل بس میشه بیاین بشینه، یعنی اگر کسی سفید پوست وارد شد این سیاه پوست از جای خود بخیزه. این زن سیاه پوست در سال 1955 کار میکنه که از جای خود شور نمیخوره، حرکت نمیکنه زمانی که مرد سفید پوست داخل ترین یا هرچی که هست هم وسیله نقلیه میشه. بلاخره چی کار میشه؟ ای یک انقلاب را ایجاد میکنه. رهبر انقلاب کی میشه؟ مارتین لوتر کینگ. چه نام مارتین لوتر کینگ؟ ای آدم مارتین لوتر کینگ شما هم اگه تون میشناسن اگه نمیشناسن گوگل کنین، مرد بزرگی است، مرد انقلابی است. سنش 26 سال بوده و زیاد فرد ماجراجو هم نبوده، اما در اون لحظه مجبور میشه که چی کار بکنه؟ ایستادگی بکنه. از امون 5 ثانیه اول رهبر انقلاب میشه که امروز در جامعه امریکا ما تساوی بین سفید پوست و سیاه پوست ها میبینیم. یعنی کل اتفاقات امون 5 ثانیه اولش که اگر اینا تصمیم نمیگرفتن اتفاق نمیفتاد، و اگر این اتفاق نمیفتاد تغییرات بزرگی که در جهان هست مشاهدش نمیبینیم. پس گپ چی هست؟ در این فصل دوم میگه که شما منتظر فرصت مناسب نباشید، هیچ وقت نمیرسد. چطور؟ که اگر شما منتظر ازی باشین که فرصت مناسب برسه، این گپ امکان نداره. و ای که شما بخواین زندگیتان به صورت عالی بگذره، یعنی از بطلان پوچی بیرون شوه، شما باید یک کار را دنبالش باشین. و این کار را شما چطور میتونه شروع بکنین؟ ای که منتظر نباشین. میایی در فصل سومش برای ما و شما در فصل سوم میگه که کسایی که در زندگی پاداش میگیرن، کسایی که جایزه میگیرن، کسایی هستن که بازی یا گیم انتظار را بازی نمیکنن. او کسا هستن. جایزه به کسایی داده میشه که انتظار را گیمش نمیزنن. چیکار میکنن؟ حرکت میکنن. یک تحقیق میگه در سال 1950 یک تحقیق میگه نشان میده که 95% کارمندا معتقد به این هستن که امین نظرشان، پیشنهادشان، انتقادشان، خلاقیتشان رو به مدیرایشان نگوین. چرا؟ این تغییر ایجاد میکنه. از تغییر مغز ما تنبل است، میترسه. این کتاب بر ما میگه مغز چیزای نو رو نمیخواد تجربه کنه، چون قسم مغز درای شده که بقا داشته باشه. مساس فرضی تکامل میگه و گپای خودش را داره. مغز ما قسم هست بالاخره. از این خاطر زیادتر کارمندا خوش نیستن که می نظرات خودشون رو به مدیران بگوین. یعنی 95% کارمندا تحقیق کردن این قسم بوده. پس به جای چی کار میکردن؟ اما صاحب هم اما کار روزمره، اما زندگی روزمره بدون تغییر به می شکل اینا میخواستن ادامه بدن. اما زندگی به این قسم پیش نمیره. زندگی به کیا پاداش میده؟ به کسایی که بازی انتظار رو بازی نکنن. و در فصل چهارمش برای ما شما یاد میده که احساسات و اقدامات دو چیز متفاوت هستند. ما کنترل روی احساس نداریم. ما ممکن است یک صحنه رو ببینیم جگرخون شیم، یک صحنه رو ببینیم ناامید شیم، یک صحنه بر ما ترس ایجاد کنه، یک صحنه ما رو خوشحال بسازه. اینا احساسات هستن، ما رویش کنترل نداریم. اما روی چی کنترل داریم؟ ما کنترل داریم روی ازی که در مقابل از اینا چه اقدام بکنیم. روی اقدامات ما کنترل داریم. به او اساس هست. پس میل رابینز میگه شما باید به اساس فکرتان اقدام بکنید، نه به اساس احساستان. ممکن احساساتتان خیلی عمیق باشه اما درست نباشه. به او اساس میگه همیشه با فکر کار را اجرا بکنیم. اما یک تحقیقی که یک عصب شناس به اسم باشه که نامش دماسیو چی بوده؟ آنتونیو دماسیو، یا عصبشناس، تحقیق را انجام داده، پیدا کرده که 95% تصمیمات که ما میگیریم به اساس احساسات است. من، شما همه گیم تصمیم به اساس احساسات میگیریم. شما یک فکر بکنین، یک تصمیم بگیریم. مثلا نمیان تصمیم بگیریم که کانال خوب است، سابسکرایب بکنین. دیگه کار که بکنین همیشه فکر بکنین، اقدام بکنین تا ای که احساس بکنین تا اقدام بکنین.
بخاطر از اینکه انسان مثل یک ماشین است که قسم طراحی شده به اساس احساسات، به اساس احساسات کار میکنه نه به اساس افکارش. به او خاطر است که در فصل پنجم میاد در مورد یک اهمال کاری صحبت میکنه. اهمال کاری یعنی گریز کاری. بعضن گریز ها مفید میباشن، بعضن گریز ها مخرب میباشن، به دو گونه یه تقسیم کردن. و بعض وقت که ما اهمال کاری میکنیم میگه میتونه به نفع ما تمام شود اگر با فکر اقدام شود، اگر بعض وقت میشه که بعض ضد ما تمام شود. به این اساس است که ما باید به خاطر مبارزه با اهمال کاری چی کار بکنیم؟ از قانون پنج ثانیه استفاده بکنیم. یعنی اگر فعال داشته نشده نه بکنه شد اینال پنج ثانیه که گذشت شما یک اقدام رو اجرا کردین، میاین سر ازی که چی کار رو بکنین؟ پنج ثانیه حساب بکنین، یک، دو، سه، چهار، پنج. اینال با میاین در مورد زندگی خودم بررسی میکنم. در زندگی خودم بررسی میکنم که من چیزای زیاده هست که دارم، چیزای زیاده هم هست که ندارم. پس من در فصل ششم برای شما میگه که این امینا را مراقبت بکنه، مراقب افکارتان باشین، فکرتان باشد که زندگی بسیار با ارزشتر از او است که شما تلفش بکنین با استرس، ناامیدی، ترس، بس افکار و احساسات ناخوشایند. اما اینا هستن. من نمیخوایم اینو بگویم که شما نترسین هیچ وقت، ما میترسیم، شما میترسیم، انسان هستیم، میترسیم، مضطرب نباشین. همه گیم و شما شرایط استراب را پیش رو میداشته باشیم یا سپری کردیم یا داریم حبیال سپریش میکنیم. بعض وقت ناامیدی در زندگی انسان میه. شما غم اینقدر غم بخورین، به نظر من اینقدر غم بخورین که خلاص شوه، گم شوه، بره غم بخوره. اما با غم زندگی نکنی. زندگی از غم که با ارزش است، زندگی از ترس که با ارزش است، زندگی از استراب و استرس که با ارزش است. درست است اینا هستن، ناامیدی هست، ناتوانی هست، اینا همه میشن هستن، اما زندگی از همگی از اینا با ارزش است. پس ما باید این زندگی رو زندگی بکنیم. این چه قسم امکان داره؟ آخر کتابش یک کتاب خلاص کرد. آخر کتابش میگه این قسم امکان داره که شما شکرگزار چیزهایی باشین که دارین تا این که نگران چیزهایی باشین که ندارین. بعضی وقت به انسان نداشته ها نگرانی ایجاد میکنه، شکست ها نگرانی ایجاد میکنه. این اس انسانی است. شما میال بی پول باشین، شما میال شکست خورده باشین، شما میال ناامید باشین از خیلی درها، اینا کلش وجود داره. اما در پهلوی از این چیزهای زیاده برای شکرگزاری است. دست و پایی که حرکت نکنه، چشمی که میبینه، گوشی که میشنوه و بسا چیزایی که به میلیون ها نفر محتاج و خار و زارش هستن ما داریم. باید شکرگزاری از اینا رو اجرا بکنیم، ادا بکنیم و اینا به مراتب بزرگتر هستن. یعنی همین که شما چشمتان میبینه، گوشتان میشنوه، دستتان حرکت میکنه و فکرتان مناسب و متناسب فکر میکنه، این به مراتب بزرگتر از هر دردی است که داریم. چی کار کنیم؟ رنج نکشیم. نخیر، انسان موجودی است که رنج خودش را میکشه. ما خلق شدیم تا بعض وقت رنج بکشیم، ما خلق شدیم تا بعض وقت شکست بخوریم، بترسیم، استرس داشته باشیم. اما داخل از اونا زندگی نکنیم، حرکت بکنیم. همیالا با تمام شکست ها و ریخت ها و ناتوانی هایی که در زندگی تک تک ما و شما وجود داره، داریم حرکت نکنیم. ما نعمت های مثل خانواده را داریم، دوست ها را داریم، یک جسم سالم را داریم، فکر صحتمند را داریم. اینا تمامش نعمت های خیلی بزرگ هستن و اگر انسان از اینا غافل شود، یعنی به شکرگزاری از اینا رو به جای نبره، ناکام شده. از ده دقیقه به بعد چیزای اضافه گفتم مقصد دیگه، اما ده دقیقه کتاب رو خلاصه کردم براتون. تا ده دقیقه رو گوش بکنین، از اون طرفش رو نکنین گوش. کانال ما رو حمایت بکنین، اگر نکردین چیزی گپ نیست نبکنین. دیگه مسئله آخر میمونه، اگر سافت خلاصه کتاب رو کار داشتین به تلگرام ما سر بزنین، کانال ما رو حمایت کردین، خوب نکردین موفق و معید باشین. وقت خوش داشتین.